په هرات کې د تیر شپې بریدونو 15 تنه وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. تیر شپه شاوخوا 5 بجې د هرات په ولایت کې دوه بریدونه وسول چې لومړی د لسمی امنیتي حوزې وسلواله نښته او بل د هرات ښار په برامان سیمه کې په کافي شاپ کې چاودنه وه. پولیس د بریدګرو د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د بریدونو په اړه د دوی پلټنې پیل شوي دي. په ورته وخت کې د دې بریدونو د هرات د خلکو او مدني فعالانو ترمنځ اندېښنه راپورته کړې ده. هرات ولایت کې تیره شپه 6 بجې دوه تروریستي پیښې په ورته وخت کې رامنځته سوې چې وایي د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلواله جګړه وه. پولیس د بریدونو په اړه داسې وایي: شب گذشته ما در ولایت هرات دو رویداد داشتیم که یکی از او در ساحه مرز بین حوزه دهم و ولسوالی انجیل بود که منصوبین پلیس ملی با افراد تروریست مسلح اینا درگیر میشن که متاسفانه در این درگیری 3 تن از نیروهای امنیتی ما شهید میشن و در نتیجه درگیری 2 تن از تروریست ها هم کشته میشن، 2 میل سلاح کلاشینکوف و 2 اراد موتورسیکل از اونا هم به دست پلیس میفته. و رویداد دیگه در داخل یک کافی شاپ در ساحه برامان مربوط حوزه 7 امنیتی داشتین. بعد از اینکه پلیس اطلاع داده میشه که در این کافی شاپ افراد مشکوک به چشم میخوره، پلیس داخل اقدام شده و زمانی که وارد کافی شاپ میشه مواد انفجاری که در اونجا گذاشته شده بوده انفجار میکنه که در اثر این رویداد 3 تن از نیروهای امنیتی ما زخم برمیدارن و همچنان یک فرد ملکی هم زخمی میشه. د هرات د پولیسو ویندوی وویل چې د غزی او د پیښو علتونو د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د پیښو د هرات د خلکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. یو شمیر خلک او د مدني ټولنې فعالان وایي چې دوی د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. در چند ماه اخیر هرات به یکی از ولایت‌های ناامن مبدل شده و متاسفانه نگرانی را برای مردم ایجاد کرده و شدیداً مردم نسبت به ناامنی‌های هرات نگران هستند. جرایم جنایی و حملات تروریستی در داخل شهر هرات به شدت نگران کننده است. هرات یکی از شهرهای کلیدی افغانستان که باید اینجا آرامش وجود داشته باشد تا ما بتونیم کاری انجام بدیم، ولی متاسفانه شما می‌بینید که به گونه فسبار هر از چندگاه هرات در لاک ناامنی‌ها فرو میره که امیدواریم مسئولین پاسخی برای مردم داشته باشند و در قسمت اختصاص منابع بیشتر و نیروی تامین بیشتر عطف توجه داشته باشند. این وخت کې د هرات د پولیس ویندوی وویل چې دوی هر څه چې په خپل توان کې ولري تر سره کوي تر څو د هغه کسانو مخه ونیسي څوک چې غواړي په هرات کې امنیت خراب کړي. پولیس نهایتا سعی تلاش و کوشش خود میکنه تا اینکه از چنین رویدادها جلوگیری بکنه، اما در شرایط کنونی وقوع چنین رویدادها هم دور از تصور و انتظار نیست. خوشبختانه که پلیس تونسته در این راستا هم با ای که جان خود نثار و یا فدای تامین امنیت و صلح و صفا و آرامش مردم ما میکنه در پله از دستاوردهای خوب هم داشته باشه. همین که بارها تروریست ها را از پای در آورده، سارقین مسلح را از پای در آورده و نار کشته و از بین برده، دستاورد بسیار کلان بوده و نهایتا سعی تلاش کوشش خود میکنین تا ای که جلو چنین رویدادها رو بگیرین. دهرات ده پولیس له خوا وړاندې سوي شمیرې ښیي چې پولیس توانېدلی په یوه میاشت کې تر 3000 ډیر کسان د هرات ښار د امنیت ګډوډولو په تور ونیسي او قضایي چارواکو ته وسپاري.